Decide. سلام عرض شد آرمین جان. سلام. صدای من هست؟ بله بله. خب امیدوارم که خوب و سلامت باشی. آرمین جان من وقتت هم نگیرم. شما چند وقت ایران نیستی آرمین جان؟ بذارین فکر کنم حالا حدودی 16 سال. بذارین من چک کنم. خب چی شد رفتی؟ چی شد رفتی؟ الو صدای من هست؟ فکر میکنم قطع شد. فکر کنم 18 سال. 18 سال بسیار عالی. حالا من اجازه دارم یه انتقاد کوچیک بکنم؟ بله میدونم انتقادت هم میدونم چیه احتمالا. بگو. انتقادم آره دقیقا انتقادم اینه که نه در مورد اگه فکر میکنی در مورد امید دارم میخوام بگم نه ها اشتباه میکنی در مورد اون انتقاد زیاد شده دیگه من حرف ندارم. نه انتقاد من اینه که الان داشتی در مورد مسلمونا و اینکه گفتی توضیح دادی که حالا توی چنل انگلیسی زبونتونم دارین خیلی حمایت میکنین از مسلمان ها جوری که خودشون نمیکنن. آرمین جان میخوام بهت بگم شک نکن چون یه جا تو حرفات گفتی که مثلا همه مسلمان ها اعتقاد ندارن که باید گردن بقیه آدم ها رو زد مثلا یا خیلی دیگه از عقاید خشونت وارو ضد حقوق بشری که تو دینشون هست. میگی مثلا 2% قرآن رو خوندن اصلا هم عقیده ندارن که باید گردن بزنن. من اصلا موافق نیستم با این حرفت. چرا؟ چون شما الان برو به یه دونه از همون مسلمان ها نمونش خانواده من مثلا پدر خود من آدمیه که مشروبشو میخوره عقاید فلان ولی در نهایت مسلمه میدونی؟ درسته قرآن نخونده دقیقا مثل همون چیزی که شما فرمودین. ولی آیا اگه از اون همون آدم در یک شرایط خاص بپرسی بگی ببری نشونش بدی بگی آقا تو قرآن کتاب شما نوشته باید گردن مثلا کافر رو زد آیا این حکم قبول داری به نظر درسته یا نه؟ اون میگه وقتی تو قرآن نوشته قطعا درسته میدونی؟ یعنی شاید عقیده نداشته باشن که گردن رو باید زد و این پتانسیل رو دارن. اون یه آتیش زیر خاکستره این اون توانایی رو دارن که این کار رو بکنن. ببین الان 18 ساله که ایران نیستی الان اتفاقا چون داشتی من با همسرم صحبت میکردی نارگل گفتی که ممکنه ما باید حمایت بکنیم اینا نه واقعا نه یعنی این چیزیه که من خودم شخصا هیچ وقت به هیچ وجه با مسلمون مشکل ندارم و با هیچ انسانی مشکل ندارم من انسانیت رو میپرستم ولی با اسلام مشکل دارم نه با مسلمون. این دین نباید وجود داشته باشه یعنی آزادی بیان باید وجود داشته باشه یه نفر بتونه بگه من آقا دلم میخواد مثل دقیقاً ببخشید شما دارین حرف من میزنین شما میگین مخالفین با حرف من بعد شما میگین مخالفین با حرف من بعد حرف منو تکرار میکنید میگین که ما مسلمون مشکلی ندارین میگیم با مسلمان مشکل نداریم ولی اسلام رو باید اسلام ستیز باید باشیم. خب من دارم شما حرف منو دارین تکرار میکنین. آخه نه گفتید به سری از مسلمان ها داره ظلم میشه و نمیدونم توی چین فلان و اینا. من میخوام بگم همون مسلمانی که تو داری ازش حمایت میکنی میگی داری بهش داره بهش ظلم میشه کوچکترین قدرتی بهش بدی گردن شروع میکنه از همون لحظه اول گردن زدن. نمیدونم کجا بود چند وقت پیش داشتم میخوندم که اینا اصلا حکم داده بودن که حت بگیرین اونجا که اقامتتون رو گره راه خوبیه برای اینکه ما بتونیم قدرت بگیریم. همین الان مگه نیست تو آلمان اینا بر خودشون گنگ درست کردن دارن کشور آلمان رو ببخشید گوه کشیدن و 45% اگه اشتباه نکنم از حقوق آلمانیا کسایی که سیتیزن آلمانن میره بابت مالیات یعنی در واقع مالیات دهنده های آلمانی میره بابت بله بله من این مثال ها رو خیلی همش رو میدونم. ببخشید من سوالم اینه شما میگین هر مسلمونی
هر مسلمانی الان تو جهان، تو دنیا، خب به خاطر اینکه حالا شما مثال باباتون رو زدین، خب من به شما میگم این آمار نیست، این بابای شما آمار حساب نمیشه. خب یکی که ولی شما واقعا الان دارین ادعا میکنین که هر مسلمانی تو جهان اگه فرصت بکنه که سر مثلا یه مرتد رو بزنه همشون این کار رو میکنن؟ بله میکنی؟ یه جورایی. حتی پدر من، نه چرا من بیام بگم پدر من نیست؟ مگه من پدر شما، من میگم پدر شما آمار حساب نمیشه؟ نیست. چرا بگم نیست؟ من میگم آره میکنه. شما به نظرت، حالا من یه سوال بپرسم، پدر شما پدر شما همه مسلمان، شما بزن نوبت منم بشه. آیا یک مسلمان، بفرم یه ذره دیلی داره. خب ببینید، شما میگین پدر من هم، پدر شما همه مسلمان ها نیستن. یک، خب این 18 سال من ایران نبودنم هیچ ربطی با این موضوع نداره. اسلام 1400 ساله که هست. خب من خودم مسلمون بودم یه روزی. خب من، اگه شما میگین، ببینین، اگه شما میگفتین اکثر مسلمان ها اینجوری هستن، خب خب یه مقدار من اثبات کردن این که حرف شما اشتباهه سخت بود، سخت می بود. ولی الان شما دارین میگین همه مسلمان ها اینجوری هستن، خب خیلی راحت میشه اثبات کرد که شما دارین اشتباه میکنین. خب من خودم میدونم، من فقط کافیه یه مثال بزنم که اینجوری نباشه که حرف شما رو اشتباه باشه، نشون بدم اشتباه باشه. یعنی من لازم نیست که به شما آمار نشون بدم، چون شما میگین همه. وقتی دارین میگین همه مسلمان ها اینجوری هستن، من فقط یک مثال نشون بدم که اینجوری نیست، حرف شما رو اثبات میکنم که غلطه. اون یه دونه مثالش هم دارم، من مسلمان بودم، من خودم هم میدونم وقتی مسلمان بودم سر هیچ کسی نمیخواستم بزنم. خب من میدونم، این تجربه رو دارم. پس اینکه شما میگین هر مسلمونی اگه بخواد، اگه فرصت بکنه سر مرتد رو میزنه، من میدونم این اشتباهه، برای اینکه من مسلمون بودم این کار رو خواستم. من حالا نه، شما نه، نه، پدر نه، نه، شما شما همین الان گفتید. یکی دیگه شما اگه میخواین، اگه مثال شخصی، اگه بذارید، نه لحظه بذارید نوبت من شده. اگه مثال شخصی قرار باشه، مثلا ما مثال شخصی پدر شما رو بکنیم آمار، خب شما پدر خودتون رو مثال زدین، منم پدر مادر خودم رو مثال میذارم. پدر من مسلمان بود، مادر من مسلمان بود، مادر بزرگ من مسلمان بود، پدر بزرگ من، عموی من، دایی من، پسر خالم، پسر عموم، اینا همشون مسلمان بودن. اینا هیچ کدومشون هیچ وقت سر هیچ کاری نمیخواستن بزنن. خب اگه شما میخواین خانوادهتون رو بکنین آمار، خب منم مثال دارم، اینا آمار نمیشه، اینا آمار نمیشه. خب یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم بگم، خیلی از مسلمانایی که وقتی که قرآن رو ببینیم، مثلا خیلی دلشون میخواد اینا قرآن رو خیلیشون ایگنور بکنن، و اینکه انقدر غیر انسانیه که دوست ندارن بیان به کتاب بیان. خیلی از مسلمانا که زنشون رو هیچ وقت خودشون مثلا نمیزنن، اگه بیا چون مسلمونن و مثلا غیرت دارن و میخوان مثلا هویتشون مسلمونه، اگه مثلا خیلی هاشون رو بیای زورشون کنی بگین که ببین قرآن گفته باید زن رو بزنی، تو میگه قرآن اشتباهه، اینا میگن نه خدا، قرآن اشتباه نیست، ولی هیچ وقت زنشون نمیزنه. اکثر مسلمونا هیچ وقت زنشون رو نمیزنن، حتی با اینکه قرآن نگفته که خوبه، نگفته قرآن که نگفته که اجازه دارین زنتون رو بزنین، قرآن گفته باید زنتون رو بزنین، حتی اگه شک به نافرمانی دارین. اکثر مسلمونا هیچ وقت زنشون رو نمیزنن، ولی اگه زور کنی بگی ببین این قرآن اینو گفته، تو میگه قرآن اشتباهه، میگن نه، این اسلام هویته، غیرت دارن، هویتشونه، جامعهشونه، دارن از کلن جامعهشون دفاع میکنن. خب ببینید، شما اگه این حرفتون درسته درباره مسلمونا، باید درباره مسیحی هم درست باشه. توی انجیل، تو انجیل گفته زن باید ساکت باشه، حرف شوهرش رو گوش کنه. زن اجازه قدرت، اجازه فرمانداری نداره، زن اجازه درس دادن نداره. این تو انجیل هست، تو کتاب مسیحیانه. شما برو از مسیحی ها بپرس، آیا شما، آیا از کسایی که مسیحی هستن، به دین مسیح هم اعتقاد دارن، ازشون بپرس یک، آیا انجیل همه حرفاش درسته؟ میگن بله. بعد ازشون بپرس آیا زن
باید ساکت باشه، حرف شوهرش رو گوش کنه و هیچ وقت هم اجازه درس دادن و اجازه مثلا اجازه که مدیر باشه یا قدرتی داشته باشه نداره. اکثر مسیحی‌ها توی حتی شدیدترین کشورهای مسیحی اگه ازش اینو بپرسی میگه این چه حرف بیخود، یا معلوم که زن نباید ساکت باشه، معلوم که زن اجازه داره مدیریت بکنه، معلوم که زن اجازه درس دادن. برو نگاه کن چقدر زن مسیحی داریم که معلمن، خب با اینکه مسیحیان. اگه این حرف شما در بین مسلمان‌ها درسته، باید در بین مسیحی هم درسته، بخاطر این تو کتابشونه. خب چرا اکثر مسیحی‌ها پس چرا اینجوری فکر نمی‌کنن؟ یعنی مسلمان‌ها فرق اینجوریان. بعدم شما میگی که از خب حالا فرض کنید شما خودتون میگی که بالاخره از همه انسان‌ها باید دفاع بکنی، ولی معنیش نیست که از اسلام باید دفاع کنی. خب منم همه حرفو می‌زنم. خب اگه شما معتقدین که از همه انسان‌ها باید دفاع بکنیم وقتی داره بهشون ظلم میشه، بالاخره ما انسان‌گرا هستیم، خب این مسلمون باشه مسلمون نباشه که ربطی نداره. اگه شما، من دارم میگم به مسلمون داره توی چین داره ظلم میشه، شما دارین میگین خب این عقایدشون فلان بهمان اینا، خب ربطی نداره، ما انسان‌گرا هستیم. شما مگه انسان‌گرا نیستین؟ حالا عقایدشون هم اشتباه باشه، شما از این مسلمونای توی چین به خاطر ظلمی که دارشون بهشون میشه نمیخواین دفاع بکنین؟ بفرمایید، نوبت شما. خواهش میکنم. نه، من فکر میکنم که یه سوء برداشتی شد از من. به هیچ وقت نگفتم که همه این مسلمونا دلشون میخواد که این کارا رو بکنن، مثلا گردن بزنن. من گفتم پتانسیل این که این کارو بکنن دارن، و مثالی هم که زدم گفتم بله، من پدر خودم هم مستثنا نیست. حالا در مورد به قدرت رسیدن مثال میزنم، مثلا شما میگی که هیچ کس هیچ مسلمونی زنه شده نمیخواد بزنه، اکثر مسلمان ها نمیخوان گردن بزنن. بله این کاملا درسته، نگفتم هیچ حرف شما درسته. حالا من از شما میخوام بپرسم داعش از کجا اومده بیرون؟ یا اینکه اگر من پدر من یا هر مسلمان دیگه بگیم که آقا مثلا پیامبرتون، امامتون، پیامبر اومده به تو گفته که گردن بچه تو بزن، آیا میزنه یا نمیزنه؟ من به نظرم 99% این کار انجام میده، یا هر چیز دیگه. این پتانسیل درونش وجود داره. شما گفتین خیلی هاشون شاید اگه قرآن رو بهشون نشون بدیم میگن این حرف، بیان بیرون. خب اگه بیان بیرون که دیگه اون مسلمان حساب نمیشه، میشه مثل من و شما که فرمودین یه روزی شما مسلمان بودیم. بله منم یه روز مسلمان بودم، اتفاقا مسلمان دو آتیشه هم بودم. این دیگه اومد خارج شده. در مورد مسیحیت هم کاملا مثال شما اتفاقا خیلی مثال خوبی زدین. مسیحیت حرف شما درسته، توش یه عالمه چیزایی هست که زن نباید حرف بزنه به عنوان مثال، ولی من بحث قدرت رو کردم، چند بار تاکید کردم که اگر قدرت بیفته به دست اینها، مسیحیت رو شما برگردین به تاریخ نگاه بکنین، قبل از دوران روشنگری اروپا که مسیحیت تو قدرت بود، یعنی مسیحیت و قدرت حاکمیت رو داشتن، ببینید اونا وضعیتشون بهتر از وضعیت الان ما نبود. ما که زیر سلطه این مسلمان هستیم تو جمهوری اسلامی یا هر کشوری که زیر سلطه اسلامه، ولی اونا از قدرت دیگه اومدن پایین. یعنی مسیحیت الان یه جوری شده که حقوق بشر داره حکمرانی میکنه. شما توی مثلا به عنوان مثال توی قانون اساسی آمریکا اگه نگاه بکنید، با اینکه مسیحیت دینشونه، ولی یک کلمه حرفی شما از جیزس، گاد، خدا، هیچ چیزی از چیز مذهبی پیدا نمی‌کنید. تو مدرسه‌هاشون هم ندارن درس مذهبی بدن. خب پس این یعنی چی؟ یعنی از قدرت یه اومده پایین. مسیحیت یه قدرت نداره، با تکلیفش معلومه، رفته یه کلمه نشسته. شما میتونید به وسط خیابون بدترین توهینا رو بکنید، کسی حق نداره، توهین به عقاید البته، کسی حق نداره به شما چیزی بگه، آزادی بیانه. ولی اسلام من جواب بدم چون جواب بدم چون که بایدم دیگه برم بعد از این. خب یکی این که میگین که همه اینا پتانسیلشون رو دارن، که خب این فقط درباره مسلمان‌ها نیست، درباره همه آدم ها هست که این پتانسیل رو دارن. خب شما بالاخره عقاید بعد میتونه رو هر کسی یه تأثیری بذاره و این پتانسیل رو داره، ولی خب تو اکثر، من به نظرم اکثر آدما خیلی سخته که ببین من نمیگم اسلام تأثیر رو رفتار مردم نداره، مگه من اصلا اگه همچین ادعایی داشتم که اسلام ستیز نبودم،
خب اگه اسلام روی رفتار و روی رفتار مردم تاثیر نداشت، خب پس چرا ما اصلا اسلام سیتیز باشیم؟ خب تاثیر نداره که رفتار مردم، بذار مردم اسلامشون داشته باشن. خب نه تاثیر داره، خب ولی تاثیر روی اکثر مردم سخت رفتیم شما برگشتین؟ هستین؟ بله بله بله، من فکر می‌کنم یه لحظه قطع شد با اینترنت. بله من سریع بگم، ببینین اسلام تاثیر باینری نیست، صفر و یک نیست که اسلام اضافه بکنیم همه مردم پتانسیل اینو داشته باشن که خشن بشن، اسلامو برداریم این پتانسیل رو ندارن. خب اسلام انقدر دین زده آخه هست که بذاری من حرفمو تموم، بذاری من باید سریع تموم کنم حرفمو، من بعدم بعد از این برم، من نوبت منه. خب من دست کردم شما حرفتون تموم بشه. ببینید عذرخواهی میکنم، ببر خواهش خواهی. ببینید اسلام انقدر زده انسانی هست، انقدر خشن هست که روی انسانهای مختلف تاثیرات مختلفی داره. خب میل ما به صلح و به احترام و با دوست داشتن همدیگه، این امیال ضد خشونت بودن اکثر ماها باعث میشه که رو خیلی از ماها که اسلام، حتی اسلام مسلمان هم اگه باشیم، اسلام نفوذ کمتری داشته باشه. رو بعضی نفوذ بیشتری داره رو رفتارشون، رو بعضی نفوذ کمتری داره. بعضی اصلا ذاتن خشونتگرا هستن، اسلام بهترین اسلحه هست براشون که بهشون بهونه بده، خب یا بهشون ازشون محافظت کنه یا بهشون معنی بده که این کارا رو انجام بدن. خب رو انسان مختلف درصد مختلفی داره، ولی خب معلومه که رو همه تاثیر داره و اسلام هم همیشه تاثیرش منفیه. من از اسلام به هیچ وجه دفاع نمیکنم، همیشه تاثیرش منفیه، رو بعضیا تاثیر بیشتر میذاره، رو بعضیا تاثیر کمتر میذاره. رو در اون تعداد کسایی که اینقدر خشونتگرا باشن، درصد خیلی کمی از جامعه ای میتونه اونقدر روشون تاثیر داشته باشه، ولی اون درصد کم جامعه که اینقدر روشون تاثیر شدید داره که اینقدر بتونه خشونت گراشون بکنه، با اینکه درصد کمی هست یعنی صدمه خیلی زیادی خواهد زد. شما حتی اگه 5% 2% جامعه هم یک داگمایی داشته باشین که اینقدر بهشون بهونه خشونت بده، این هزینه خیلی زیادی برای جامعه داره. چون من میگم درصد کمی از مسلمان ها اینجوری خواهند شد، معنیش این نیست که این اسلام این هزینه را به جامعه نمیده. من فکر نمی کنم که اکثر مسلمان ها این پتانسیل داشته باشن که اینقدر خشونت گرا باشن، ولی من نمیگم معنیش اینه که اسلام تاثیر نداره. 100% اسلام رو رفتار مردم تاثیر داره و حتی اگه درصد کمی هم باشه برای جامعه هزینه خیلی زیادی خواهد داشت، حتی اون درصد کم. ولی این معنیش این هست که چون درصد خیلی کمشون اینجوری هستن، ما نباید همه مسلمان‌ها رو جوری باهاشون رفتار بکنیم که انگار همشون مثلا برای ما خطرناک هستن. این اتفاقا جلوی اسلام سیتیزی ما رو میگیره، چون این باعث میشه که ما تنها شانسی که ما داریم که اسلامو نابود بکنیم اینه که ما دست دوستی دراز بکنیم به مسلمان‌ها و بهشون راه‌های مختلف رو نشون بدیم. ما اگه همه مسلمان‌ها رو به عنوان یک دشمن خطرناک بهشون نگاه بکنیم، اسلام ستیزی ما به جایی نمیرسه. چون اینا کسی که وقتی شما اگه مسلمانی داشته نگاه باشید که کسایی که ضد اسلام هستن شما رو به عنوان یک موجود خطرناک نگاه بکنن، خیلی سخته که شما بیاین حرفای اینا رو جدی بگیرین و گوش کنین که ببینین اینا حرف حسابشون چیه. برای همین من میگم که چون اکثر مسلمان‌ها هیچ وقت به این شکل خوشنگر نیستن، باهاشون جوری رفتار نکنین که همشون امکان داره فردا بیان سرتون بزنن. اتفاقا این باعث میشه که ما بتونیم اسلام رو سریعتر از بین ببریم. یکی دیگه هم گفتین که من نگفتم که ببینین کسایی که ببینین اکثر مسلمان‌ها وقتی که میان اسلامو نشون میدین که بهشون که چقدر خشنه چقدر بده، خب بعد راه این که چه کار میکنن با این اطلاعات، همشون اینجوری نیستن که. من نگفتم که نه اینو فردا میان اسلامو میذارن کنار، من اصلا همچین ادعایی نکردم. مسلمان‌های مختلف روش‌های مختلف دارن. یه درصد خیلی کمیشون میان نگاه میکنن میگن که خب قرآن گفته زن تو باید بزن، خب پس قرآن حرف حساب حرف خداست، من پس زنم حتما میزنم. این درصد خیلی کمی اینجوری میشه. یه درصد خیلی زیادیش سعی میکنه که اصلا
میبینه، اینم میفهمه و اینم باورشه که حرف خداست، ولی سعی میکنه اینو بذاره پشت یه جایی توی مغزش که خیلی لازم بهش فکر نکنه. خب اکثر مسلمان‌ها سعی میکنن این چیزایی که روحیه‌شون اذیت میکنه، که مثلا خداشون، قرآنشون، پیغمبرش، اگه مجبورش کنی که بگه این واقعا حرف حق حرف خداست، میگه که آره هست. خب ولی تو روز زندگیشون سعی میکنن به این فکر نکنن، چون ته وجدانشون اینو دوست ندارن که خداشون داره یه همچین حرف میزنه. خب ولی میگن که آره این درسته، ولی بهش سعی میکنن فکر نکنن. اون کسایی که نمیتونن بهش فکر نکنن و وجدانشون داره اذیتشون میکنه، به این کسایی که مسلمانایی که پتانسیل اینو ندارن که انقدر خشونتگرا باشن که مثلا زنشون رو بزنن، این توانایی هم ندارن که اینو بذارن یه جای مغزشون که دیگه بهش فکر نکنن و این داره واقعا بهشون عذاب وجدان میده، دو راه باقی میمونه. یه راه اینه که اسلامو ول بکنن که میشن مثل کسایی مثل ما. یه راه دیگه اینه که اونایی این که سعی میکنن که بیان اسلامو اصلاح کنن، بگن که نه ببین این گفته که زن رو بزنی معنیش چیز دیگه است، ما مخالف این کار این آدما هستیم، این آدما رو خطرناک‌ترین ها هستن. برای که من اونایی که سعی میکنن اینو ایگنور بکنن اونا ترجیح میدم به اونایی که سعی میکنن بیان اینو اصلاح بکنن، برای اینکه این کسایی که سعی میکنن بیان اینو بگن یه معنی داره، اونا کسایی هستن که طول عمر اسلامو دارن سعی میکنن زیاد بکنن و اینا رو نباید ما اجازه بدیم که اینا این کارو انجام بدن. یه حرف دیگه هم که شما زدین این بود که درباره اصل روشنفکری گفتیم، ببینید این دقیقاً حرف منو تایید میکنه، این حرفی که شما درباره دنیای مسیحیت زدید. برای اینکه تو دنیای مسیحیت وقتی اصل روشنفکری اومد، مسیحیت عوض نشد. چیز اتفاقی که افتاد، تأثیر مسیحیت رو مسیحیان کمتر شد. خب شما نگاه کنید انجیل امروز با انجیل قبل از اصل روشنفکری تغییری نکرده، همون عقاید ضد زن، ضد بشریت، ضد ال، ضد همجنسگرایان، ضد همه، ضد انسانیت. انجیل هنوز همون کتابه، همونجوری که قرآن همون کتاب میمونه، انجیل هم همون کتاب هنوز مونده. برای همین شما وقتی میای میگین که اتفاقی که تو دنیای مسیحیت افتاده دقیقاً همون چیزیه که ما داریم میگیم برای مسلمان باید اتفاق بیفته. این نیست که مسیحیت کمتر غیر انسانی شد، این شد که تاثیر مسیحیت هنوز همون دین شدید ضد انسانی و وحشی هست که بود. اتفاقی که تو دنیا مسیحیت افتاد اینه که مسیحیانی هم که خیلی مسیحیت رو فیل کردن، ولی خیلی کسایی که حتی لیبل مسیحی رو نگه داشتن و مسیحی موندن، تأثیر مسیحیت تو زندگیشون کمتر شد، به خاطر اینکه عقاید برتر، عقاید بهتری اومد که رقابت میکرد با مسیحیت و تأثیر مسیحیت تو جامعه کمتر شد. خب یعنی من میگم که ما حتی پیروزی که ما میتونیم بهش ادعا بکنیم، فقط اینجوری این نیست که بعضی مسلمانایی که بگیم دیروز مسلمان بودن امروز مسلمان نیستن، این پیروزی هست برای ما. ولی مسلمانهایی هم که مسلمان موندن ولی تأثیر اسلام تو زندگیشون کمتر شده، این هم برای ما پیروزی هست. و اسلام هیچ وقت اصلاح نمیشه، اسلام همیشه دینی خواهد بود که ضد بشریت هست، اسلام همیشه دینی هست که تأثیرش منفی هست و اسلام همیشه دینی هست که ما علیهش خواهیم جنگید. خب ولی اسلام اصلاح نمیشه، ولی مسلمان میتونه کمتر اسلام تو زندگیش نقش داشته باشه. یک مسلمان میتونه مسلمان با اینکه مسلمان هست، عقاید برتر رو زندگیش تاثیر داشته باشه. ما میخوایم این رقابت عقاید برتر رو توی زندگی مسلمان ها پررنگ ترش بکنیم، همون جوری که تو دنیای مسیحیت اتفاق افتاد. بفرمایید. ببخشید. بله دقیقاً کاملا من با فرمایشات شما موافقم. خیلی هم کوتاه عرض بکنم که به هر حال ما همه داریم تلاش میکنیم که این عقاید خشونتبار و این خشونت های در واقع ایدئولوژیک و مذهبی رو کمتر بکنیم که دنیا انسانیت رو بیشتر بکنیم، ولی خب یه مقدار حق بدین به کسی با ماهایی که توی از این جمهوری اسلامی داریم توی ایران زندگی میکنیم، یه خورده توی این اسلام ستیزیمون رادیکال باشیم و یه خورده به قول معروف عصبانی باشیم. من کاملا با فرمایش شما درستم، دقیقاً هم من هم مثل شما به هیچ وجه مشکلی ندارم از حقوق مسلمونی که داره بهش ظلم میشه دقیقا دفاع میکنم، چون جزء دایره انسانیت میشه و منم دنبال طرفدار انسانیتم. ولی دقیقا دنبال که دقیقا برای اسلام اتفاقی بیفته که برای مسیحیت توی عصر روشنگری 500 سال پیش اتفاق افتاد، یعنی غیر از این نمیخوام باشه. بله دقیقا اسلام اگر بخواد اصلاح بشه که اصلا بعدم هست، حالا بحث طولانی میشه، من موافق اصلاح اسلام به هیچ وجه نیستم. همون دقیقا فرمایش شما که گفتین تأثیر دین کمتر بشه روی آدم ها، دقیقا چیزیه که من هم دنبالش هستم. ببخشید شما میگین که من باید به شما
بفهمم که چرا شما رادیکال هستین. من رادیکال هستم. خب در برای اسلام که میشه من خودم رادیکال هستم. من میگم اسلام نه تنها نباید اصلاح بشه، اسلام باید نابود بشه. من نابودی اسلامو میخوام. خب من به شدت علیه اصلاح اسلام هستم، برای که اصلاح اسلام جلوی نابودی اسلامو میگیره. خب من دفاع از حقوق مسلمون ها به این معنی نیست که نمیخوام اسلام نابود بشه. من اسلامو میخوام. ببینید من اصلا من یک دلیلی که میخوام اسلام نابود بشه به خاطر اینکه اسلام به اولین کسی که ظلم میکنه مسلمون ها هستن. خب اکثر کسایی که دارن از اسلام دارن زجر میکشن خود مسلمان ها هستن. یعنی من اسلام رو میخوام نابود کنم به خاطر حق خود مسلمان هاست. مسلمان های زن، مسلمان های گی، مسلمان های ترنس، حتی مسلمان های مردی که نمیدونن چقدر دارن وقت و اعصاب خودشون رو میذارن برای چیزی که هیچ سودی به زندگیشون نمیاره. خب خب یعنی این که این رادیکال، شما میگی که من باید بفهمم که شما، من خودم رادیکال هستم. من نابودی دین رو میخوام، من نابودی اسلام رو میخوام. خب ولی این معنیش این نیست که من ضد مسلمان هستم. من به شدت ضد اسلام هستم به خاطر این که من به نفع مسلمان ها هستم. من به نفع مسلمان ها هستم و میخوام این مریضی اسلام رو ازشون بگیرم. من اگه ببینین شما یک نفر سرطان داره، من اگه ضد سرطان باشیم که معنیش این نیست که ضد مریض سرطان هستیم. یک مسلمان مریض این بیماری اسلام هست و ما میخوایم این مریض، این مسلمانی که شفا بدیم از اسلام، این مسلمان رو به خاطر خودشون. خب و ببینید من خیلی یه چیز دیگه میگم. شما مثلا میگی من تو ایران 18 ساله نیستم، برای همین ممکنه شاید نفهمم. من یه چیز بگم، من تعداد مسلمون های رادیکالی شدید غیر انسانی که دیدم از وقتی که از ایران اومدم بیشتر بوده تا زمانی که تو اسلام بودم. من وهابی ها، داعشی هایی که آنلاین باهاشون صحبت کردم، حرفایی رو به من زدن و چیزهایی برای من خواستم و کارهایی برای زندگی من کردن که من تو ایران هیچ وقت ندیدم. میدونیم از چه؟ یعنی من سه بار مجبور شدم جای زندگیمو عوض کنم. خب یعنی من میدونم که اینا چه آدمای وحشی هستن. خب من حالا تو ایرانم نباشم، اتفاقا تو ایران نبودنم باعث شده که دیدم که مریضی اسلام فقط ایران نیست. یعنی من دیدم که چقدر اسلام چقدر همه جای دنیا هزینه میده. میدونم چه؟ یعنی من از ایران اومدم بیرون دیدم که مثلا ممکنه اگه فقط تو ایران باشی ممکنه که فکر کنی خب پس این اسلام ممکنه فقط جمهوری اسلامیه که انقدر اسلامش بده. خب در صورتی که نه، من وقتی از ایران اومدم بیرون دیدم که نه، اسلام همه جا هر جا که باشه هزینه میده. این نه تنها منو اسلام ستیزی منو کم رنگتر نکرده، پررنگترش هم کرده. بفرمایید. عجب، چقدر جالب بود این چیزی که شما فرمودین. من یه نکته رو میخواستم بگم که فراموش کردم، اون همین هست که من خودم حداقل به شخصه یه تشکر بسیار ویژه به شما بدهکارم و فکر میکنم همه ما به خاطر این زحماتی که داریم میکشین، این همه وقتی که میذارین، الان که فرمودین محل زندگیتون حتی با مجبور شدین تغییر بدین، ولی کماکان دارین هنوز فعالیت میکنین و زحمت میکشین. من خودم به شخصه یک تشکر خیلی خیلی ویژه از شما میکنم آقای نوابی، و اینکه امید سلامتی دارم براتون و اینکه به هر موفقیتی تو زندگیتون میخواییم برسیم. خیلی خیلی ارزشمند این کار شما و امیدوارم که مانا باشید. ممنون، لطف دارین. من دیگه وقت شما نمیگیرم و صحبت هم که کوتاه کردم که اگر میخوان بقیه دوستان هم صحبت کنن یا اینکه دیگه شما تایم ندارین من مزاحم نباشم. نه من باید برم، ولی خیلی برام جالبه که شما و زنتون با هم روی این چیزا فکر میکنین. خیلی باید جالب باشه که بتونین با هم در روی موضوع حرف کنین. خیلی خوبه که وقتی که هم فکر باشین با همسرتون و بتونین در روی موضوع سیاسی یا فلسفی با هم صحبت کنین. این خیلی چیزه، یعنی قدر هم دیگر رو بدونیم. خیلی خوبه. کم پیش میاد. آره عالیه اینجوری. خیلی خوب، من برم چون وقتم 3 ساعت. مرسی.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، متشکر از وقتی که به من دادید. ممنون. ممنون از شما. فعلا. خیلی خب، من اومدم یه ساعت بمونم، الان 3 ساعت شد. چجوری شد که 3 ساعت شد؟ ببینید، برای اینکه حرفاتون خیلی جالبه، من زیادی شما رو دوست دارم. نه شوخی میکنم. نه خیلی خیلی واقعا ممنون که اومدین، کسایی که وقت گذاشتین. ولی دفعه بعد من باید سعی کنم واقعا یه ساعت بذارم فقط. ممنون از وقت همه، خیلی حال داد، خیلی دوست دارم با شما وقت بذارم. واقعا این احساس اصلا نمیکنم چقدر وقت گذاشت. فعلا تا هفته بعد. ابلیس حافظ همه شما.